سلام، نازنین هستم. تا حالا چیزی در مورد پروین غفاری معشوقه محمد رضا پهلوی شنیدید؟ اگه اولین بار به گوشتون میخوره تا آخر با من همراه باشید که کل داستانو براتون بگم. لطفاً قبلش ما رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید. در این ویدیو هدف نگاهی به زندگی زنی با رویای ملکه شدن قدم به کاخی میذاره که آرزوهاشو به باد میده. پروین غفاری در خاطراتش نوشته است پدرش کارمند بایگانی و رئیس بازرسی مجلس بود. پروین پدرش رو مخالف رابطه او با شاه می دانست و خیلی درباره خطرات رفت آمد و رابطه با شاه صحبت می کرد. پروین هیچ وقت از حقارت هایی که در دربار می کشید برای پدرش نقل نمی کرد که مبادا بیشتر باعث ناراحتی او بشود. اما او می دانست که در محافل شبانه درباری خیلی برای دختر جوان و زیبای او وجود ندارد. پروین غفاری به هشدار پدر توجهی نمی کرد و برای رسیدن به مقام ملکه ایران از هیچ تحقیری ناراحت نمی شد. او می گوید من در رویای ملکه شدن و راهیابی به دربار و شرکت کردن در شب نشینی های باشکوه به همه چیز، حتی پدرم که آن همه دوستش داشتم، پشت پا زدم. فکر باطل من این بود که تصور می کردم خواهم توانست محمد رضا را شیفته خود کنم و او سرانجام با من ازدواج رسمی خواهد کرد. پروین غفاری درست زمانی وارد دربار می شود که 2 سال از جدایی شاه و فوزیه می گذرد و محمد رضا دنبال زنی می گردد که بتواند تا زمانی که خانواده یا درباری یا ملکه بعدی را پیدا می کنند وقتش را پر کند. این قرعه به نام پروین می خورد، دختری 16 ساله که با موهای طلاییش در منطقه میدان بهارستان شناخته می شد. این دختر جوان در دبیرستان شاهدخت در خیابان شاه‌آباد درس می خواند. آرزوی خواننده شدن داشت. پروین قبل از آشنایی با شاه قرار بود با مرد جوانی به اسم علی آشوری ازدواج کند. این وصلت تا عقد پیش رفته و قرار بود مقدمات مجلس عروسی برپا شود که آشنایی او با شاه پیش می آید. به گفته خود پروین، علی وقتی که به همراه پدرش اسدی نظام برای تماشای نمایشنامه‌ای به دبیرستان شاهدخت آمده بود، مرا دید و پسندید. آن روز خاص شمس پهلوی با همسرش فریدون جمنیز در این مراسم شرکت کرده بودند. پروین بعد از خواستگاری با وجود ناراضی بودن با علی آشوری نامزد می کند. علی جوان بدی نبود، اما از آنجایی که پروین احساسی نسبت به او نداشت، اختلاف از فردای عقدکنان شروع می شود. پروین مادرش را مقصر ازدواجش با علی و رابطه با شاه می داند و معتقد است که این توطئه با هدف رفت و آمد مادر جاه طلبش برای همراهی با خانواده های درجه اول بوده. اما در یکی از روزهایی که برای گردش به خیابان رفته بود، زندگیش برای همیشه تغییر می کند. در وقت برگشت با ماشینی سیاه رنگ روبرو می شود و او را تعقیب می کند. چندین بار به راننده اشاره می کند مزاحم نشود. این اتفاق چندین روز تکرار می شود که در آغاز شاه با نشان دادن خودش از پروین می خواهد گاهی همدیگر را ببینند. پروین غفاری حسین فردوس و مادرش را مقصر آشنایی او با شاه می داند. شاه به او قول می دهد که موجبات طلاقش را از علی فراهم کند. تا زمان طلاق با شاه تلفنی صحبت می کرد. بعد از طلاق به رویای ملکه شدن فکر می کرد. یک روز شاه راننده مخصوص خودش را به خانه آنها فرستاد و خبر داد که ساعت 7:30 شب قرار است او را به کاخ سعدآباد ببرد. پروین با اشاره به موهای بلند و طلایی خودش به خیال اینکه با این موها دست و پای شاه را می بندد برای آن شب آماده می شد. ولی برای رفتن به این قرار یک مخالف جدی وجود داشت و اون هم پدر پروین که معتقد بود با این کار دخترش را به گورستان خواهد فرستاد. پروین وقتی وارد کاخ شد با سالونی خالی روبرو شد که هیچ کس جز شاه در آنجا نبود. شاه که مست بود او را به اتاق پذیرایی می برد. پروین غفاری دختری از طبقه متوسط که در رویای پیدا شدن شاهزاده شبها می خوابید، آن شب به جای شاهزاده شاه را پیدا کرده بود. اما صبح این رویا تمام می شود. وقتی بیدار می شود کسی آنجا نیست و خودش تنهاست. سر میز صبحانه شاه به او وعده ازدواج می دهد و از او می خواهد که تا رسمی شدن رابطه به کسی حرفی نزند و 3 روز در هفته در کنار شاه در کاخ حرفی برای گفتن باقی نمی گذاشت. یک خیاط و آرایشگر برای او استخدام کردند تا او را برای دیدار با شاه آماده کند. در پایان هر دیدار یک تکه طلا به او هدیه می داد و روانه خانه می کرد. شاه بعد از مدتی تصمیم گرفت تا خانه‌ای برای پروین و مادرش در خیابان کاخ بخرد و ماهیانه 5,000 تومان برای خرج زندگیش به آنها می داد. شاه به این بهانه خانه را خرید که پروین نزدیک کاخ مرمر باشد. شاه به شرط اینکه چاق و حامله نشود قول ادامه رابطه‌اش با پروین را می دهد.
در همین زمان پروین راز حامله بودن خود را با شاه در میان می‌گذارد و می‌خواهد که عقدش کند. پروین در کتابش نوشته شاه را تهدید می‌کند اگر عقدش نکند آبرویش را خواهد برد و این تهدید باعث درگیری می‌شود و شاه با ته تپانچه به سر او می‌زند و بعد از چند روز دعوا در نهایت با اهدای خانه کاخ و قول برای عقد کردن و تضمین دادن پروین برای سخت جنین به پایان می‌رسد. شاه با این بهانه که هنوز فوزیه را طلاق نداده و نمی‌تواند فعلا عقد رسمی کند، پروین صیغه شاه می‌شود. در این مجلس هیچ کدام از اعضای خانواده پروین حضور نداشتند. این مجلس اولین دیدار با اعضای خانواده سلطنتی بجز مادر شاه است. صیغه‌نامه توسط سید حسن امامی امام جمعه تهران خوانده می شود. پروین در این مجلس بارها مورد حمله اشرف قرار می گیرد. بعد از این شب شاه و پروین به بابرسر می روند و بعد از این سفر او در مطب دکتر پزشکیان در خیابان سیروز توسط پروفسور عدل جنین را سخت می کند. با جاری شدن صیغه رابطه آنها شکل رسمی تری گرفت و او در مهمانی های دربار نیز شرکت می کرد. او در سال 1326 تا 1328 با شاه رابطه نزدیک داشت. پروین بیشتر به تجملات و زندگی روزمره در دربار دل بسته بود و با توجه به این که می دانست شاه به زودی او را از دربار بیرون می کند، سعی می کرد رابطهش را با درباریان و نزدیکان شاه گسترش دهد. البته پروین در خاطراتش بارها خود را دختری چشم و گوش بسته می داند که در دام شاه افتاده است. در بخشی از این خاطرات شبی را به خاطر می آورد که او و خواهر و مادرش در حیاط خانه کاخ بودند که شاه از دیوار خانهشان داخل می پرد و او را به خیانت متهم می کند. پروین در بخش دیگری از روابطش با شاه از توطئه‌های اشرف برای کشتنش میگوید، از بدگویی او تا دادن زهر و انفجار نزدیک خانه‌اش. پروین ریشه این اختلافات را البته زیبایی خود و حسادت اشرف میدانست، اما در جایی از خاطراتش از رابطه با مردانی چون دکتر عبدالکریم عیادی و غلامرضا پهلوی اشاره میکند. او اواخر سال 1328 با شاه دچار اختلاف میشود، به همراه مادرش مهمانی‌های بزرگی را برگزار میکند و در این مهمانی‌ها با مردان زیادی معاشرت میکند. او گفته است در شهر شهرت زیبایی من پیچیده است. مردان همه در بوسیدن تنم با یکدیگر سبقت می گیرند. پدر و دو خواهر و برادرانم به کلی من و مادرم را فراموش کردند. ما هم بیانان خوشیم و در منجلابی که خودمان ساخته ایم غرق می شویم. مثل جغد شده ایم. روزها می خوابیم و شبها در پی شکار می رویم. می دانم خبر هرزگی من به گوش شاه می رسد. خوشحالم که او با شنیدن این اخبار که یقیناً با آب و تاب بیشتری برای او گفته می شود رنج می برد. شهرت پروین آنقدر زیاد می شود که زنانی نیز تصمیم می گیرند با نام او به اخاذی از مردان دست بزنند. اما او نیز در این مدت با افرادی صاحب نفوذ و نزدیکان شاه رابطه برقرار می کند. مطب دکتر عیادی در خیابان کاخ بود. به خاطر نزدیکی محل کارش زیاد به خانه آنها می آمد. اما او تنها معشوقه پروین نبود. غلامرضا پهلوی نیز با او رابطه داشت و در یکی از شب‌هایی که با او خبر نامزدی شاه با ثریا اسفندیاری را می‌دهد. بعد از ازدواج شاه با ثریا، پروین به روابطش با عیادی و غلامرضا پهلوی و سرگرد خاتم خلبان مخصوص شاه ادامه می‌دهد. پروین مدتی هم با خلبان آمریکایی به اسم جک رابطه داشت. این جوان بعدها با یک تیر در مغزش پیدا می شود. قفاری به پلیس جنایی احضار می شود، اما در نهایت معلوم می شود جک با اشرف قاچاق هروئین می کرد. پروین در مراسم عروسی خواهرزادش با مهدی میثاقی آشنا می شود. او پای پروین قفاری را به سینما باز می کند. فریاد نیمه شب ساموئل خاچیکیان، بن‌بست میر مهدی صمدزاده، زن و عروسکایش به کارگردانی اسماعیل ریاحی فیلم هایی هستن که پروین قفاری بازی کرده است. او یکی از نمادهای فیلم فارسی است که در آثارش نقش زنان هرجایی را بازی می کرد. فیلم موطلایی شهر ما که داستان زندگی خودش است به کارگردانی عباس شباویز نام او را به سر زبان ها می اندازد. البته عمر حضور پروین با شکست های تجاری فیلم هایش زیاد طول نکشید. داستان زندگی پروین قفاری در سالهای پایان عمرش داستان ناراحت کننده زنی است تنها که همه او را رها کرده بودند و تنها کسی که خرج او را می داد صابر رهبر سینمادار شناخته شده ایران بود. پری خاطرات خود که در مورد روابط عاشقانه خود با محمد رضا پهلوی است را در کتابی به نام تا سیاهی در دام شاه منتشر کرد. این کتاب فقط یک بار در سال 1376 منتشر شد. بعد از انتشار این کتاب برخی اون رو نیز همچون خاطرات حسین فردوس، فریده دیبا، اردشیر زاهدی، شهناز پهلوی و تاج الملوک آیرملو جعلی خواندند.
پروین قفاری در شامگاه 11 تیر 1392 در سن 83 سالگی در تنهایی در شهر نوشهر درگذشت و در همان شهر دفن شد تا خاطرات موتلایی شهر به خاک سپرده شود. بله خیلی، چون خیلی کار مشکلیه بگم. ممنون از همراهیتون. لطفاً با لایک کردن و سابسکرایب چنل ما ازمون حمایت کنید. برامون کامنت بذارید و نظراتتون درباره ویدیوها به ما بگید.